درود کرام پاینده ایران خیلی خوشحالم که در این ساعت میتونم براتون برنامه اجرا کنم ابوالقاسم طالبی خب میدونید در هفته پیش خیلی جنجال شد نظریاتش داد در مورد هنرمندان و هنرمندان شدید تحقیر کرد من چون خودم شدیدن ضد سلبریتی بازی و اینجور چیزها هستم و اون در حوزه سیاسی که اینا دخالت میکنن سلبریتی ها خود من کمپین مثلا گیرین کارت تا زمین بگذار گذاشتم اما اما بذار صحبت ایشونو بشنویم البته یه جواب خیلی آنچنانی خانم پانتا بهرامی داده که اونو میخوام کامل گوش کنیم چون خیلی ارزش داره حرفای خانم پانتا بهرامی اما بهتون میگم چرا امروز مخالف این دست از نظرات ابوالقاسم طالبی هم گوش کنیم چی میگه نه من هر سمفی هست ولی اینجوری دیگه نیست هیچکس با زور این کار نه, نه اصلا تو هیچ دلی هیچ وسیله ای نداری که بفهمی که این زنی که داره این ادعا رو میکنه برای اینکه جلب توجه کنه برای اینکه دوباره مطرح بشه داره می‌کنه یا اینکه واقعا اصلا این ببینی. من حالا نمی‌دونم. اینو گفتنش تو آنتن زنده درست یا نه فردا چی کنه روزنامه رو ببینید اصلا انگار بعضی از زنهای سلبریتی درستش اینه یا اسه شدن تقصیر جمهوری اسلامی میدونه <laughs> یعنی تا که اینا 50 سال میرن بالا شروع کن مثلا روسایی شدن فوش به جمهوری اسلامی بدن آقا این چیز طبیعیه برای همم هم هست شما جمهوری اسلامی نبودی تو امریکا بودی اتفاق برات میافتاد چرا فوش به جمهوری اسلامی میدی خب, خب چرا می... فش میدی ببین آی ابوالقاسم ببین خودت به تجاهل نزنید ببین این که هنرمند در جایی که نباید باشه هست اونجا باید اعتراض کرد ولی اینجا جمهوری اسلامی مزاهم هنرمند شده اصلا هنرمند نه سلبریتی من دیشبم تو برنامه گفتم آرتیست اصلا این پوشش طراحی لباس مدل پوشش اصلا مال آرتیسته جمهوری اسلامی اومده به مهمترین مسئله آرتیست دخالت کرده میگه پوششت باید اسلامی باشه و اینجا تضاد دیگه پس خود به خود آرتیست درگیر میشه با جمهوری اسلامی حالا همین آرتیست یا همین هنرمند تلاش کرده با روش های مختلف اصلاح طلبی و غیره اینا تقلیل بده این رفتار جمهوری اسلامی رو موفق نشده به اینجاش میرسه فوش میده دلیل این که این هنرمندان فوش میدن به جمهوری اسلامی یا نیست که تو داری تحقیر میکنی همونطور که خانم‌ها یا است میشن آقایونی هم که دیگه خیلی سنشون بالا میره پیرمرد میشن بعد پوشک ببندن چون خیس میکنن ربطی داره تو تحقیر جنسی کنی ببین من مشکلی با تحقیر جنسی هم ندارم اگر در جاش در جنگ روانی شما یه زمانی جنگ روانی باید حق باشه اگر در یک چارچوب حقانیتی هستی جنگ روانی کن هزار تا از این حرفا بزن متاسفانه من خودم در این حوزه ها آدم بی اخلاقی هم اعتراف میکنم من آدم اخلاق مداری تو این حوزه ها نیستم یعنی اگر یک هدفی رو مقدس بدونم این شاید ایراد من باشه من خیلی آدم صادقه من با تو صادقانه مسائلمو میگم من در یه چیزی مثلا اگر ببینم حقانیتی وجود داره و اعتقاد پیدا کنم برای این حقانیت باید وارد جنگ روانی بشم در جنگ روانی من خطوط قرمزی ندارم یعنی حتی بی اخلاقی میکنم یعنی جمله که آقای اول طالبی گفت اگه در یک جپه حقی باشم و احساس کنم از ابزار ناحقم باید استفاده کنم مثل اینکه مثلا تیکه جنسی یا بندازم متاسفانه شخصیت من از شخصیت من برمیاد اینکه حالا شخصیت من برمیاد یه تو فضایی که مثلا چیز همیشه درگیر بودم و تو جنگای روانی بودم شخصیت هم اینجوری شکل گرفته و در این حوزه ها متأسفانه خود من یکی از افراد بی اخلاقم من بارها خودم رو زدم و حواستون هست <تصفح> اینقدر صادقم ولی یه جایی که تو اصلا تو پی حق نیستی تو پی حق نیستی این حرف رو میزنی دیگه دو برابر بی اخلاقیه ببین هنرمندان ما اینا رو شما مزاحمشون شدید مردم و شما مزاحم یه جای مردم نه خوشی زده زیر دلشون اونجا شما جاله مردم وای میسی اونجا حق با مردم نیست ولی اینجا مردم داشتن زندگیشون رو میکردن تو گشت ارشاد را انداختی تو یه دختری رو بردی جنازه تحویل دادی معذرت خواهی هم نمی کنی زبونت هم درازه و باعث شدی خاطره جمعی مردم زنده بشه ببینید یه خاطره ای رو خانم پانتا بهرامی در پاسخ این داتا جانور میاد میگه من دوست دارم با هم گوش کنیم واقعیت ماجرا که این خانم ها با شما زدن اینجاست که خانم پانتا برامی میگه طولانیه نزدیک 7 8 دقیقه است و چون ارزش داره بعد گوش کنیم درود اما بگم من پانتا برنامه رو خیلی دوست دارم یکی از معدود هنرمندان زنه که تا تو وارد سینما شده و بسیار بازی قوی داره هم نظرش رو گوش کنیم الان این مثلا این خانم هم اون برداشت نظرش رو گوش کن ببین منطقی داره صحبت میکنه یا غیر منطقی اینجا حق با این هنرمندانه اینجا حق با این سلبریتی ای چی شد تا دیروز مثلا کمپین گیرین کارتت را زمین بگذار میذاشتی الان اینو میگی خودت هم داری میگی دیروز چی شد آبش گرفتن چلو شد شهریور 1401 شد مسئله روشنه <تصفح> آنجا سلبریتی ها در مورد ریزش متروپول بیانیه دارن تا فنگت را زمین بگذار سلبریتی غلط کرده برای یک حادثه ای که یک ساختمون ریخته میاد نطخ میکنه به تو چه؟ اما در این بخش بعد از محسن سلبریتی هستن بعد نظر بده چون سلبریتی قربانی این بازی ها شده قربانی این زندگی دوگانه و تضویر نظام رژیم اسلامی شده قربانی این حجاب شده اینجا امید دانا تو که اون گوشه نشستی و سکوت کنی نه تنها امید دانا و سکوت کنی بلکه بعد پشت این سلبریتی وایسی بحث حقم هست البته بحث منافع ملی هست در چارچوب منافع ملی بخوایم نگاه کنی باز حق با سلبریتی هاست. برای که این محدودیت های اجتماعی باعث مهاجرت میشه مهاجرت مردم ما در اصلا بگیم نخبه هم نیستن مردم عادی هن. نیروی انسانی که داره از ایران مهاجرت میکنه پس این خلاف منافع ملیه پس آقای جمهوری اسلامی که اون گوشه نشستی الان تو برخفشی مثلا روشنه چی شد دارم دارم توضیح میدم چی شد منتها نمیخوای بشنوی چی شد تو میخوای الان با من کل بندازی برای همین منم هم بهتون محل نمیدم کار خودم چند ماهه اما اصلا همینی به این و دیگه نزدیک پنج ماه هم گذشت دیگه این همه خودتونو رو پاره کردید چی شد دیدید من استوار کار خودمون میکنم من امید دانا به چیزی به نتیجه ای برسم راهی رو که برم انسجام فکری که تو نمیتونی با این جنگ روانی و پروپاگاندای چی شد چی شد مثلا چیز کنی که مسیر من عوض کنی من راه خودم میرم خانم پانتا به رو داشته باشیم وقتی یکی از همکاران من یک همکار مرد اساسا یک آقا تصمیم میگیره که یک ویدیو ضبط کنه و توش حرفی بزنه اول انرژیش رو جمع میکنه ذهنش رو آماده میکنه کلماتی که میخواد بگر و پشت هم میچینه مرور میکنه بعد دوربین رو میذاره جلوش و حرفاشو میزنه حالا این حرفا ممکنه براش آه. ایجاد مسئله بکنه ممکنم هست نه ولی فقط به حرفاش فکر میکنه اما یک زن وقتی میخواد اینن همون کارو بکنه علاوه بر همه اون انرژیایی که باید جمع کنه و به همه اون ماجره ها فکر کنه باید نگران این باشه که آیا یک تک پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه ببین این خیلی مهمه پوفیوزایی که میگن چرا اینا حمله میکنن به جمهوری اسلامی درست می شما بعد برنامه ساز باشی بگی بفهمید چی میگه راست میگه من میخوام برنامه اجرا کنم دیگه میشینم اجرا میکنم دیگه نگران نیستم که یه چیزی رو سرم میگن نه اجرا جلوی دوربین سخته اینکه تو دو دوربین تو آقا اول امتحان یه متن آماده شده وارد ده حد دو خط برای من ویدیو ارسال کن کمپین بذاریم برای من ویدیو دوربین موبایلتو بگی با خود صحبت چند بار بعد ضبط کنی حالا ما که داریم سنده اجرا میکنیم سخته بعد برای زن سختتر میشه چون فارغ از این که همه این کار رو باید بکنه بعد این رو سریع هم بزه بعد یارو میگه من نمیدونم چرا این هنرمندان گرفته به ما فوش میدن اه. آقا این دعوای اینجا آیا زنازاده آقا علی علی زاده زنازاده نشستی علی هنرمندا مثل که موزه گرفتن چون برنامه این اینا نگاه توهین به شعور آدمه ولی بچهای تیم و مردم به ما خبر میدن دیگه هی هنرمندان دارن با آمریکا کار میکنن اینا قرب زدن فلان آقا مشکلش داره اصلا این چه ربطی به آمریکا داره چه ربطی به اسرائیل خانم پانتا برنامی مشکل اولش داره میگه همه مثل تو تا شلخته تازه به عنوان مردم زشت تو اونجوری خیلی میای جلو دور بیر همه مثل تو شلخته نیستن اونجوری با موی فرفری و فلان و یه شونه نکرده و با قیافه و با اون صورت و دندونای مسواک نزده هر سری میشینی جلو چرا شما بچه مذهبی ها و بچه کمونیست ها همتون انقدر کرکسیفید بابا دندونتو مسواک بزند دقت اون دندونات که هرکونو بالا پایین انا برو دندون پزشکی دندونتو درست کن حالا که دارن اینا بهت میرسن بهت پول میرسه که برو خودت به خود برس میخوای بینی مشکل هنرمند چیه چرا میچسبونیش به آمریکا گور بابای آمریکا گور بابای سلبریتی ها حرف پانتا برنامه رو ولی تو گوش کن حق داره میگه داره میگه اصلا من یکی از مشکلاتم اینه میخوام دوربین وردارم آقا هنرمندم میخوام ویدیو ضبط کنم بعد نگران رو سریم باشم در کنار اون همه نگرانیایی که بعد ذهنم منسجم باشه چی میخواد از زبانم در بیاد وقتی میگم یک تکه پارچه اصلا و ابدا منظورم توهین به هجاب نیست که کاملا برعکس من خانواده ای دارم که اکثرشون به هجاب اج... به هجاب نه اجبار... اجباری به هجاب معتقدن مادر من رو سری از سرش نیفتاد خاله های من بازیم تندش کنیم ام... من دور تند میکنم چون داستان بعدیش برام مهمتره اما برایشون احترام قائلم برای کارشون نه فقط من همه چون انتخابشونه چون این تصمیمشونه روی این تصمیم ایستادن و دوست داشتن اینکه من فقط یه چیزی روی سرم بذارم حالا اگه هر 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 قسمتی از ما معلوم بودش که نداره این مشخصا به این است که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستین و با اجبار تبدیلش کردید به امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی برای وقتی به تساوی حرف میزنیم نمیتونید اینو نادیده بگیرید نکته بعدی دیدم دیشب دوتا تا مذکر توی یه برنامه ای صحبت کردن و راجب یااسگی و اینکه خانم هایی که هجاب برداشتن یاستگیشون رو تقصیر جمهوری اسلامی میدونن و بعد به این ماجرا چون از نظر خودشون خیلی که خندیدن واقعیت اینه که یاستگی امر کاملا فیزیولوژی که به بدن بستگی داره مادرانی که شما رو به دنیا آوردن همسرانتون دخترانتون خواهرانتون همه از یک سنی این اتفاق براشون میفته این اصلا جنبه تسقیر و تحقیر نمیتونه داشته باشه اما چیزی که میخوام بگم این چیز این، اینجا جالبه ثابتش خاطره ای رو میخواد تعریف کنم که حالا اصلا همه این حرف رو زدم که یک خاطره تعریف کنم امیدوارم خاطره تعریف کردن خاطره شخصی رو تعریف کردن به معنای نشر اکاذیب یا اقدام علیه گوش کنن آقایونی که میگن سلبریتی چرا الان اینجوری موضع گرفتن از اول با جمهوری اسلامی گوش کنن اینجا حق داره سلبریتی یا نه ببین چه بلای سر این مردم آوردن امنیت یا هر چیز دیگه ای نباشه من فقط دارم خاطره میگم خب من سال هفتاد و دو با حجاب. از دانشگاه تهران با تعدادی از دوستان رفتیم تالار مولوی که یک اجرای نمایش ببینیم طبیعتا از دانشگاه تهران می رفتیم مغنه پوشیده و یک اجرای بسیار زیبا از علی رزا نادری عزیز دیدیم وقتی اجرا تموم شد و آمدیم بیرون دیدیم محوطه تالار مولوی بسیجی ها و لباس شخصی ها حمله کردند و خب تا دقایقی نمیفهمیدیم مثلا چه اتفاقی افتاده بعد فهمیدیم که به نمایش اساسا معترضن که این کار چرا اجرا رفته و در میانه این هیاهو یکیشون اومد سمت من و در حالی که هم تا اینجا بود اومد و با فریاد و فخاشی گفت مرمونم رو بکش, بکش, جلو فلان و اینا با کلمات خیلی زیبا و شایسته و من که شکه شده بودم طبیعتا بیاقا. مردم اینجوری رفته تئاتر ببینه این خانم ریختن حضرات مذهبی چارپای مذهبی ای این حرفم که آ اینا نفوذی اینا تندن اینا اینجوری هم دیگه نکنید ما نه خوشفکر فکر مذهبی داریم نه خر داریم ما کلا مذهبی داریم همتون هم یه مش تعارف نداریم که کسی که اعتقاد داره به باورهای اسلامی نمیتونه انسان باشه خستمون کردید ای نه ما نیستیم اونا هستن اونا هستن اون نیست همتون یه ببخشید گوهید دختر مردم سال 72 سی سال پیش بنده خدا دانشجو بوده رفته تئاتر ببینه ریختی تئاتر به هم ریختید بعد به این حالا حرف الفاظ رکیک و زشت زدید به این گفتید مقنعه بیا جلو و تا اینجا هم اکتفا نکردید ادامه خاطره اول صحبت کردم که چرا اصلا چی کار داره اصلا چرا اینجا این چی شده مگه یه کار با مجوز اجرا رفته چرا یه دتون الان پشت صحنه درگیرین این که بچه ها رو ببرین و اینا و خب از اونجایی که معمولا این دوستان برای یک منظور فقط تربیت میشن یعنی بیشتر از اون اصلا گوش نمیکنن آفرین رسما داره میگه مغزشون هک شده است تربیت شدن فقط برای یک منظور اینکه شریعت اسلامی رو بخوان اجرا کنن چیز منطق دیگه چی دیگه نمیشنون همینه من با مذهبی ها خیلی مراوده کردم نمیفهم واقعا نمیفهمن بر هم بشون میگم حیوان چون تو با حیوان هم هر چقدر حرف بزنی حیوان نمیفهمه ولی به اینکه که البته نقدش هست خیلی از این حیوانات در مراسم های سیرک اینا میفهمن اینا اصلا از حیوان هم اونورترن اصلا نمیخواد چیز دیگه ای رو جز اون چیزی که مقدش رو حک کرده بشنوه تو چی میگی؟ با یک هدف اومده بودم برای این اصلا نمیشنید من چی میگم مجددا تکرار کرد که فلان فلان بکش تو جلو و من تو چشمش نگاه کردم گفتم نمی کشم عقل هم تعدادی از دوستان اومدن دوستانی که خب الان هر کدومشون خوشبختانه در حوزه هنر بر از این همه سال بزرگانی شدن حتی جریان ساز شدن دوستان اومدن یه تعدادشون گفتن پالتا کتابی یا یه تعداد دیگه رفتن که اوزار رو آروم بکنن و همه اینا به منم هم سور و در این حال به شدت خشمگین ایستاده بودم که اساسا این جای شما اینجا نیست اینجا خونه منه اینجا سالن تئاتر اینجا اینجا مال ماست و تو این هیسوبس بچا بنو کمک کردن حالا به هر طریقی اومدم از کنار پیاده رو خب اجراهام که میدونین معمولا ساعت 9 9 9 نیم اینا تموم میشه ساعت حدودا فکر کنم 9 نیم شب بود 9 نیم شب حالا از سالن تئاتر اومده بیرون از کنار پیاده رو بیام صدای موتوری رو شنیدم و بعد یک ضربه بسیار محکم به سرم خب عکس اولیه اینه که نمیفهمی چه اتفاقی افتاده فهمیدی یارو بسیجی اومده با باتون زده تو سرش ده. و هنوز اون صدای دنگ از سرم بیرون نمیره هر بار که این خاطره رو یادآوری میکنم سرمو گرفتم و تا به خودم بیام دیدم یه موتوری با یه چماق توی دستش و خندان داره دور میشه اون موقع هنوز برای باتون هزینه نمیکردن از چوب استفاده <applause> و حالا کاری ندارم با چه وضعیتی خودم رسوندم خونه تا سه روز وقتی ما میگیم شما بچه بسیجی یا بچه مذهبی یا بی غیرتید بی همینه ناموس مردم میزنی ناموس مردم حاضری به خاطر اسلام رو بکنی تو گشت ارشاد بی غیرت تر از بچه مذهبی یا من ندیدم اینا پاش برسه با خواهران خودشون هم میخوابن با مادر خودشون زنا میکنن بی تر از کسانی که مذهبی و اعتقاد به اسلام دارن ندیدم یعنی از این اپوزیسیون برانداز از طلب از همه کسیفتر بچه مذهبیان چون به خاطر یک سری مهم اندیشی در عمل در پوشش اینکه آی مثلا باید افت داشته باشید حاضر با مادر خود ایک کنه به خدا دارم جد... چیزهای من از این مذهبی ها میدونم باور نکردنی هیچ چیزها نمیخوام بگم ب... چون بگم طرفی که داره نگاه میکنه میفهمه ولی خیلی راحت به خاطر منافع شخصیشون همه چیزاشون رو چیز میکنن میتونن کنار یه جان پاش برسه خیلی ببین رایفی پور یه با تیکه انداختی گفت همینه که خیلی رگی گردن کلف میکن یه مقدار منکر اسلام و قرآن و حسین و واقعا یک نقشی عجیبی هم دارن بازی میکنن ببین دختر مردم و تو اومدی با تو تو سرش و تو ادعای اسلام میکنی دقیقا تو مسلمون واقعی تو غیرت واقعی همسرم هم بیناییم دوچار مشکل بود و مادر که روحش قرین آرامش باشد پرستاری کرد تا حالا سر پاشم دو سال ممنوع ورود شدم به دانشگاه تهران دلی... دو سال به خاطر رفتن یه تئاتر هزینه بعد بده تو کشور خودش بعد این بی‌ناموسا میگن چرا مردم با ما مشکل دارن چرا سلبریتی ها با ما مشکل دارن ولی این مشکل داره وقتی یه سلبریتی میبینه تو برای رفتن به یک تئاتر بعد هزینه بده در مورد مسائل سیاسی هم میگه پس حق با شما نیست حق با آمریکا چون این سوادی سیاسی نداره تو چیزی که سواد داره اون اسمش هنر و بازیگریه میبینه تا داری حقشو میخوری میگی پس مسلما در جای دیگه اوباما ترامپ بقیه دارن درست میگن تو وضعیت مملکت به اینجا رسوندی تو بچه مذهبی مملکت به اینجا رسوندی که مردم پشت آمریکا و اسرائیل هم حتی وایسن و مردم حق دارن تو اینجا رسوندی علت توی بقیه چیزا معلوله <applause> این حد که اجازه ندادن برم و بردارم جشوار دانشجویی بود الان اینو یادم رفت بگم جشوار دانشجویی بود جشنواره دانشجویی تعطیل شد و من هم یکی از مقصرین این ماجرا دانسته شدم همه چیزا کاتکشو خورده به خاطر دیدن یه تا جشوار دانشجویی تعطیل شده دو سال اخراج شده برای چی برای که رفته تا؟ حاضر نشده مقنش از اینجا بیاد اینجا تو مملکت خودش بعد انقدر هزینه بده اون وقت ماهایی که تازه زبون بلد نبودیم بلند شدیم اومدیم در اروپا اینجا مشکلات خودش داره نقد اروپا هم به شدت کردم اروپا اون چیزی نبوده که به ما گفتن تو ذهن ما کردن ولی حداقلش انقدر هزینه ندادیم که این بدبخ به هزینه داده تو مملکت خودش ما در قربت انقدر هزینه نمیدیم که مردم ایران در کشور خودشون دارن هزینه میدن رئیس دپارتمان تاعت رو موقع پیام فرستاد که وسایلش ببرین و بگین اگه پاشو از در پنجاه تومنی بذاره تو منظور سر دانشگاه تهران در دست پاشو از در پنجاه تومانی بذاره تو ما میزنیمش عین جمله میزنیمش اگر بیاد تو دو سال هم شد این خاطره رو خیلی خلاصه فقط تعریف کردم که به این دوستان مذکر بگم این اتفاق اصلا نا... ناگهانی نیست آفرین این اتفاقی که امروز رخ داده ناگهانی است یک ببین این اتفاق بعد از محسا امینی که اینجوری خروش پیدا کرده یک پیشینه جدی داره که شماها ایجاد کردید کینه ای که شماها تو دل همه کاشتید این اگه چی شد آیا آمریکا اومد بعد از محسا امینی همه دست به دست هم داده اون دیوونه احمق حالا توری یوتیوبر درست کنید بسا ادای امیدانای 2017 رو در بیاره همه چی رو بخوان با دشمن خارجی و اینا ماسمالی کنن با سعودی نشنال و بی بی سی ماسمالی کنن زمانی که این بلا رو سر پانتا برامی آوردی نه بی بی سی هنوز تلویزیون شده بود چون رادیو بود اون موقع تازه شبیه یک سر چت برنامه اجرا میکرد نه سعودی نشنالی وجود داشته پس خفه شو این تروماییه که ما مدت ها سره رو خیلی خلاصه فقط تعریف کردم که به این دوستان مذکر بگم این اتفاق اصلا نا... ناگهانی نیست این تروماییه که ما مدت هاست داریم تحمل میکنیم و هرگز هم پاسخ درستی راجبش نگرفتیم آفانه. که چرا باید کتک بخوریم بابت اینکه یه چیزی روی سرمون قرار بگیره حتی به غلط حتی یه پارچه که معلوم نیست چرا هست نه حجاب نه نیست و بعد شما الان اومدین و دارین سعی میکنین از کلمه ام یا ایسه به عنوان واژه تحقیر استفاده کنید آفر آرزو آگاهی میکنم برای هممون اول از همه خودم و بعد ببین حرف ببین اگه کسی بخواد ببین آقای نظام یا میشنوی یا خودتون زدی به اسکلی و مهم اندیشی و بازی امام زمان بازی یا میشنوی یا نمیشنوی حرف اینه شنیدی خود تلاش میکنی رفرم ایجاد کنی نشنوی تاریخ و طبیعت خار مادر تو جلو چشات میاره همونجوری که حسین تو خار مادر آورد جلو چشات حسین چجوری مثل سگ خودش و بقیهشون کشته شدن شما هم مثل سگ از بین میرید گوش کن دارم اینجوری صحبت میکنم شاید بهتون برخورد بیدار شدید حسین همه بهش گفتن آقا بس کن دیگه این یزید قویه فلان جامعه اینجوری نیست یزیدم آدم خوشفکری بود حالا اینطوریه انقدر به خاطر قدرت هرس نزن بدبخت میگم من قدرت رو میخوام حسن اون موقع آرومش کرد رفت با معاویه یه دونه معامله کرد اینا حسین گوش نمیکرد وقتی که نمیشنوید حسین چجوری شد که کربلا حتی این چیزایی که میگن نه حسین وایسه اینا چرنده حسین به غلط کردن هم افتاده بود آقا بیخیال من بذارید با خود یزید صحبت کنم پس حالا اینا رو بعد در میارم یه روز بشینیم توضیح بدیم یعنی حسین نمیخواستی که وقتی فهمی قضیه جدیه به غلط کردن افتاد شمر مونتا دیگه گفت نه من بعد درنه تو رو سرویس کنم اینجا شک که شم احتمالا ایرانی بوده اسمش هم احتمالا مهران بوده میخواست انتقام ایرانیان کشته شده در تبرستان احتمالا بگیره ولی حسین میخواست کوتاه بیا ولی نمیشنید وقتی نمیشنید اون لحظه ای که فهمید چه خبره نادم و پشیمان شد ولی دیگه کار از کار گذشته بود دیگه حکایت این نظامه نشنوی تو هم دقیقا همچون حسینت به خاک میری حالا من بعد از این داستان ما ایرانیا خواستیم توی دنیای اسلام دعوا را بندازیم قضیه حسین رو بزرگ کردیم انقدر بزرگ کردیم که الان داره دهن خودمون رو سرویس میکنه اون یه بحث دیگه است از نظر تاریخی قضیه روشن از نظر استراتژی و مسئله ایدئولوژیک هم مسئله بار دیگری داره که جای دیگه صحبت ولی حرف اساسی رو خانم, خانم پانتا بهرامی زد یا این حرف درست و صادقانه بدونی که بهتون فش بده بدونی که داستان داره میگه آقا این که ما الان مشکل باشیم شما داریم پیشینه داره قضیه دا سال 72 رو داره توضیح میده بنابراین اگه همچین چیزی پیشینه داره تا نمیتونی آقا یه آی اول ابو القاسم طالبی نمیتونی مثلا با تحقیر این سلبریتی ها تو جنگ روانی مثلا فکر کنی الان به جای جنگ روانی الان نتیجه نمیده که یک جایی عرصه عرصه جنگ روانی است الان عرصه عرصه جنگ روانی نیست عرصه گوش کردن و رفرم ایجاد کردنه عرصه جنگ روانی مال قبل از اتفاق محسا امینی بود که سردار جنگ روانی اینجا نشسته دهن همه هم سرویس کرد بعد از اتفاق محسا امینی عرصه عرصه گوش کردن و ایجاد رفرم هست نمیفهمید و طبیعت همونطوری که بلا آورد سر علی و حسین سر شما هم میاره قربتون برم پاینده اینا بدرود